سلام بچه ها، من حاله هستم. امروز اومدیم که با هم یه داستان بخونیم به اسم رنگ های ما. نویسنده این داستان اسمش کارن کاتز. پس هیچ جا نرید تا با هم این داستان رو بخونیم. اسم من لیناست و من 7 سال دارم. رنگ پوست من دارچینیه. مامانم میگه من خیلی خوشمزم. مامانم رنگ نان توست سرخ شده است. مامان من یه هنرمنده. مامان به من یاد میده که چطور رنگ ها رو با هم بیامیزم و مخلوط کنم. مامان میگه اگه رنگ های قرمز، زرد، مشکی و سفید رو به اندازه لازم با هم مخلوط کنم، یک رنگ قهوه مناسب و هم رنگ پوست خودم میتونم درست کنم برای نقاشی صورتم. گفتم قهوه‌ای مناسب؟ قهوه‌ای دیگه. مامان میگه نه دخترم، اینطور نیست. رنگ قهوه‌ای یک عالمه سایه رنگ‌های مختلف داره. بیا بریم بیرون تا بهت نشون بدم. ایزابلا قهوه‌ای شکلاتیه. دقیقاً شبیه کیک فنجونیایی که روز تولدش خوردیم. رنگ پوست لوسی برنزه و طلاییه. بهترین دوست من جوجین نزدیک زمین بازی زندگی میکنه. جوجین رنگ عسله. دو تا خیابون بالاتر میرسیم به پسر خالم کایل. رنگ پوست کایل قرمز مایل به قهوه‌ایه، مثل برگ‌های پاییزی. کارلوس و روزیتا سگ جدیدشون رو آوردن پارک. کارلوس رنگ قهوه‌ای کاکائویه و پوست روزیتا رنگ تافی. از کنار پیتزا فروشی که رد میشیم، من و مامان آقای پلگرینو رو میبینیم که در حال پخت پیتزاست. آقای پلگرینو رنگ نون پیتزاست، قهوه‌ای طلایی. پرستار بچه من یا بیبی سیتر من کندی مثل یک جواهر زیبا میمونه، برونزه و کهربایی. کندی شبیه پرنسس هاست. من و مامان میریم به سمت پارک تا نهار رو اونجا بخوریم. گفتم مامان پاهای همه رو نگاه کن، همه سایه رنگ ها توشون دیده میشه. بعد از نهار میریم مغازه مورد علاقه مامان، جایی که آقای کشمیر انواع و اقسام ادویه‌جات رو میفروشه. آقای کشمیر رنگ پوستش مثل زنجبیل و فلفل قرمز میمونه. یکم جلوتر مغازه لباسشویی خاله کتیه. کتی گندمیه مثل نارگیل و تافی قهوه. بعد از پیاده روی دوستان میان خونمون. حوله هامونو بر میداریم و میریم روی پشت بوم تا زیر آفتاب دراز بکشیم. به نظرم تمام کسانی که امروز دیدم، سونیا، ایزابلا، لوسی، جوجین، کایل، کارلوس و روزیتا، آقای پلگرینو و کندی، آقای کشمیر و خاله کتی، هر کدوم یه رنگ خیلی خاص و زیبا دارن. وقتی که دوستام رفتن میرم طبقه پایین. با ذوق و شوق آبرنگ هامو در میارم. زرد، قرمز، مشکی و سفید. به همه رنگ‌های زیبا و شگفت‌انگیزی که قرار درست کنم فکر می‌کنم و اسماشون رو یکی یکی تکرار می‌کنم. دارچینی، شکلاتی، عسلی، قهوه‌ای و تافی. چقدر خوشمزه به نظر میان. بالاخره عکس‌ها تمام شد و من عکس همه رو کشیدم. مامان ببین رنگ‌های ما. بچه‌ها توی این داستان لینا یاد می‌گیره که همه رنگ‌ها زیبا هستن و رنگ پوست هر شخصی اونو خاص و زیبا می‌کنه. با اینکه آدم‌ها تفاوت‌ها و شباهت‌هایی به هم دارن، ولی ما توی این داستان یاد می‌گیریم که این تفاوت‌ها و شباهت‌ها رو با آغوش باز بپذیریم، همدیگر رو دوست داشته باشیم و به هم احترام بذاریم. مرسی بچه ها که امروز داستان رو با من گوش دادین. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه. تا داستان بعدی، خدا نگهدار.